سلام، میخوام یک پروسه 4 ساله دانشگاه رو حتی از قبلش، یکی 2 ماه قبلش که شما باید انتخاب رشته بکنید و وارد دانشگاه بشید و حتی یکی 2 سال بعد از دانشگاه که شما درستون رو تمام کردید میخواید وارد بازار کار بشید یا بازار کار شدید و تمام سختی ها و بالا پایینی هاشو چشیدید رو توی 10 دقیقه 15 دقیقه بهتون توضیح بدم که ببینیم سختی و آسونی های این رشته و این مسیر چی هست. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. اسم من بهتاش، اینجا ویدارت ویژنه و خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از کانال ما. همونطور که گفتم توی این ویدیو میخوام درباره همه چیز به نوعی درباره رشته معماری صحبت بکنم. قطعا تایتل ویدیو رو دیدید و تمام نکاتی که میخوام درباره این ویدیو بچه‌ها بهتون بگم نظرات شخصیه، یا بهتر بگم تجربیات و نظرات با هم قاطی شده و میخوام بهتون توضیح بدم دیگه. اون پرستگی به خودتون داره که فکر بکنید کدوم راه بهتر هست یا نیست. خیلی نمیخوام سمت و سوقتون بدم به مسیر، کاملا فقط میخوام شرح بدم اتفاقاتی که قراره تو این چند سال اگه میخواید وارد رشته معماری بشید چی هست. قبل از اینکه بخوایم ویدیو رو استارت بزنیم، حتما اگه ویدیوهای ما رو دوست دارید لایک کنید، نظرتون رو برامون بنویسید و حتما حتما اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزنید تا محض اینکه ما ویدیو جدیدی میذاریم برای شما نوتیفیکیشن میاد و تشریف میارید ویدیوهای جدید ما رو میبینید. اولین نکته و اتفاقی که شما توی ذهنتون میفته برای اینکه بخواید وارد رشته معماری بشید چیه؟ اونم نمیدونید که از هنرستان وارد رشته معماری بشیم بهتره یا از ریاضی. اگر نمیدونید، من این نکته رو بهتون بگم که بچه من از ریاضی وارد رشته معماری شدم و طبعا یه سال بیشتر درس خوندم، کنکور خوندم. اونایی که از هنرستان میان فکر میکنم که پیشدانشگاهی، حالا به زمان ها پیشدانشگاهی بود، الان نمیدونم چه جوریه، پیشدانشگاهی نداشته باشن، یه سال زودتر میتونن حتی وارد دانشگاه بشن. به نظر من طبق تجربیات و پرسجوهایی که از دوستام داشتم، چون طبعا همه اتفاقاتی که تجربیاتی به دست آوردم طبعا تجربه خودم نبوده، با پرسجو خیلی اتفاقاتی رقم خورده، به نظر من فکر میکنم که از هنرستان اگر وارد رشته معماری بشید یه پله، شاید یک مقدار خیلی کمی بالاتر و جلوتر باشید نسبت به کسایی که از رشته ریاضی وارد میشید. چرا که یک مقدار شاید دید هنری و بهتر بگم خلاقیت شما یک مقدار بالاتره، اما کسی که مثل من از رشته ریاضی میخواد وارد معماری بشه شاید یک مقدار اون خلاقیت و هنرش گرفته شده، به جاش خیلی فرمول نویسی انجام شده توی مثلا فیزیک و ریاضی و ریاضیات شاید یه خورده قوی تر باشه و چیزای این تیپی. شاید اون ریاضیات توی یه جایی از معماری به کارش بیاد بهتر باشه، شاید این خلاقیت و هنر یه جایی بیشتر خودش رو نشون بده. پس این میشه گفت بحث اول. قبل از اینکه بخوایم به نوعی وارد ترمی که دانشگاه بشیم، یه سوالی هم خیلی ذهن ما رو درگیر میکنه، اونم اینه که خیلی میشنوید توی رشته معماری که خلاقیت باید داشته باشید، علاقه باید داشته باشید، طراحی باید بدونید چیه تا یه حدی، پول خیلی خوبی داره این رشته. این 4 تا کلمه اصلی که الان بهتون گفتم، خلاقیت و پول و علاقه و این تیپا و حتی شاید استعداد، چقدر دخیل هستش توی کار ما؟ به نظر من همشون به یک میزان تاثیر داره و خلاقیت کمتر تاثیر داره برعکس چیزایی که بقیه دارن میگن. نظری که من دارم، اگه شما وارد هر رشته‌ای بشی پول خوبی توی اون کار باشه، اگه علاقه هم حتی بهش نشه باشی، مطمئنا اگه پول خوبی در بیاری علاقه مند میشی. این کاملا طبیعیه با توجه به شرایطی که ما الان داریم. کاملا این بحث رو کنار بذارید، گفتم اول ویدیو بهتون بگم، بریم سراغ ترمی که دانشگاه. وقتی که شما وارد دانشگاه میشید خیلی شاید شرایط و محیط دانشگاه براتون عجیب باشه. صندلیایی که حتی شما میشینید روی دانشگاه یا دانشکده معماری کاملا با تمامی رشته های دیگه فرق میکنه. شما نمیشید پشت یک صندلی معمولی که یه قسمتش مثل صندلی امتحانیایی که داشتیم توی مدرسه، اصلا اونجوری نیستش. بچا بحث من درباره درس های عمومی مثل ریاضیات و نمیدونم انقلاب اسلامی چیزای این تیپی نیستش، درباره خود درس های تخصصی معماریه. شما باید طراحی دست رو یاد بگیرید، یعنی کلاس اول، جلسه اولی که میاد یه ورقه آچار بهتون میدن، یا اصلا نداشته باشی همونجا شاید بگی ورقه آچار چرا نیاوردی، ورقه آچار بهتون میدن با یه مداد، یا خط صاف بکش از این سر تا اون سر کاغذ، مثلا بیا از این سر تا اون سر کاغذ، من کاغذ اینجا بذارم، از این سر تا اون سر کاغذ یه خط صاف اینجوری بکش، همینجوری خط صاف بکش بیا پایین، تو شما یاد بگیری خط صاف رو تمرین می‌کنی. همینطور پله پله و استپ با استپ شما طراحی دستت و کار با دستت قوی تر میشه، که این طراحی دسته یک مقدار برمیگرده به اون بحث نقاشی شما. دقیقا کاملا مثل نقاشی میمونه بچه ها، فقط اون ایده ای که توی ذهن دارید رو شما پیاده سازی میکنید. نقاشی نه که بیایم شما رنگ بکنید چیزی، یا نه، هر چیزی که تو ذهنت هست رو بیای تصویر سازی کنی. خونه ای تو ذهنت هست بیای تصویر سازی بکنی. اون خونه مثلا یه باکس، یک باکس مربعی، بخوای یه باکس مثلا اون بالش اضافه کنی و بتونی با دست سری پیاده سازی بکنی. اوکی، منظورم از طراحی با دست
اینه که این طراحی با دست میتونه خیلی گسترده تر بشه. بعد از اون ایده که شما رو کاغذ کشیدید رو میتونید بیاید پیاده سازی بکنید و با ماژیک راندو اون رو طراحیش بکنید و بهش رنگ بدید، یا یعنی اینکه بعدا بیاید ماکت همون ایده که تو ذهنتون هستش رو اجرا بکنید و بسازید. پس این دردسرای ماکت و ماژیک راندو، یعنی منوی همون شاید رنگ دادن به اون طرحی که کشیدید، هم هستش توی بحث طراحی با دست. یکی از بدیهای رشته معماری بچه‌ها به نظرم تایم بالای کلاس ها هستش. و چرا تایم کلاس ها بالاست؟ به دلیل که درس های عملی بیشتر هست. شما یک درس 5 واحدی مثل مقدمات معماری یا طرح معماری دارید، مثل طرح معماری 1 2 3 4 5 دارید و اون طرحتون یک روز صبح تا شب وقت شما رو میگیره. اما در کنار اون خب طبعا یک مقدار کلاس ها راحت تر هستش، نیازی نیست که شما 12 ساعت خیلی میخکوف پشت میز بشینید و گوش بدید. نه، کلاس ها راحت هستش، استادا معمولا کاملا درک میکنن شرایط دانشجو رو. شما وسط کلاس میتونید بری بیای، کلی آنتراک هستش وسط کلاس ها، کلاس ها خودمونی تره، راحت تره. اما اون بدیا رو هم داره از نظر تایم بالا. نکته بعدی که بچه‌ها درباره رشته معماری هستش اونم اینه که تایم زیادی باید برای رشته معماری بذارید. چرا این حرفو دارم میزنم؟ به دلیل اینکه درس‌های رشته معماری درس‌های شب امتحانی نیستش. درسی نیستش که شما هیچی در طول ترم نخونید، یهو برید شب امتحان درسو بخونید و کار انجام بدید. نه، اصلا اینجوری نیست. چرا که درس‌های عملی که ما توی دانشگاه داریم، شما باید از اول ترم وقتی استاد به شما کاریو میگه یا تمرینیو میگه، شما باید دونه دونه این تمرینا رو انجام بدید. بعد از اینکه این تمرینا رو انجام بدید، تمام تمرینات رو کنار بذاری، یه جا دسته‌بندی کنید برای خودت و در آخر ترم تمام تمرینا، مثلا یهو 50 تا تمرین، 30 تا صفحه تمرین شد، همه اونا رو بخوای ارائه بدی، به علاوه یک تمرین و یک طرح اصلی که داشته باشی. پس شاید همون مثلا 30 تا تمرینی که انجام دادی استاد معین میکنه، مثلا میگه آقا این 30 تا تمرین 8 نمره درس پایان ترمتون رو داره و اون مثلا پایان ترم و اون حالت درس شب امتحانی که بخوای اسمش رو بذاری، هر چیزی، اون پروژه فاینال شما هم 12 نمره رو داره. پس این مجاب میکنه که شما رو در طول ترم تایم زیادی برای رشته معماری بذارید. این نکته که بچه‌ها الان میخوام بهتون بگم، خودم خیلی از دستش ناراحتم و گلگی دارم که چرا اینجوری هستش و چرا انقدر قدیمی بود ما داریم کار میکنیم. اونم این هستش که از همون ترم 1 روش کار اینجوریه که بچه‌ها تا از ترم 1 تا معمولا ترم 4 شما رو عادت میدن که کار دستی و به نوعی با دست بتونید طراحی دست انجام بدید، راندو بکنید، اسکیس بزنید یا هر چیزی، یعنی کار با دستتون رو قوی میکنن. و بعدش یهو از ترم 4 به بعد، 3-4 به بعد میان شما رو سوق میدن به سمت نرم افزار. یعنی نه، نمیان نرم افزار اصلا، بهتون هیچ کس نرم افزار تو دانشگاه یاد نمیده، خودتون باید یاد بگیرید. میان سوقتون میدن به نرم افزار. نمیدونم چرا این اتفاق میفته، چرا از همون ترم 1 دو تا پله با هم رشد نمیکنه، چرا از همون ترم 1 کسایی که دوستان کار با دست رو انجام بدن کار با دست کار بکنن، کسایی که با نرم افزار دوستان نرم افزار کار بکنن. یه سری از اساتید محترمی که ما داریم کاملا این شرایطو درک میکنن. مثلا خیلی استادا بوده که من اصلا کار با دستم قوی نیست، اصلا یه خط صافم شاید نتونم بکشم. از همون مثلا ترم 2-3 بچه‌ها بجای اینکه ماکت بیارم، من نرم افزار بلد بودم، از همون ترم 2-3 طرف اومده کلی هزینه داده برای خرج فوم و چیزهای مختلف، چسب، ماکت ساخته، من خیلی راحت تونستم با نرم افزار، به حال منم سیستم دارم یا هر چیزی، خیلی تونستم چارت دونه باکس بکشم، ایدم رو توی نرم افزار پیاده سازی بکنم. چه عیبی داره؟ دقیقاً مثل همه. پس این میشه گفت یه مقدار هم خوبیه هم بدیه در باره رشته معماری، که خودتون باید تشخیص بدید که کدوم راه بهتره و سمتشون بدید. طبعا الان کار داره به سمت نرم افزار پیش میره و نرم افزار کاملا برتری داره نسبت به کار با دست. یکی از خوبیای بچه رشته معماری و گسترده بودن رشته معماری به دلیل اینکه شاخه های خیلی مختلفی داره و همین این مجاب میکنه شما رو که درباره همه شاخه ها یک سری اطلاعات کلی رو بدونید، اما فقط درباره یکیشون باید تخصصی کار بکنید. مثلا من خودم خیلی بیشتر به صورت تخصصی تر توی بخش نرم افزار طراحی خیلی نفوذ کردم و کار کردم، خیلی درباره اجرا کار میکنم، خیلی درباره بازسازی کار میکنم و سعی میکنم مهارت کسب بکنم و چیزای این تیپی. پس میشه گفت یک نقطه مثبت رشته معماری هست که شما رو مجاب نمیکنه صرفا یک کار خیلی خاص رو به صورت رباتیک بشینید و انجام بدید. و نکته آخری که درباره این ویدیو میخوام بهتون بگم اینه که بچه‌ها چیزی که تو دانشگاه به شما یاد میدن زمین تا آسمون با چیزی که توی بازار کار از شما میخوان فرق داره.
نه صرفا توی رشته معماری، توی بقیه رشته هم همین اتفاق میفته، اما توی رشته معماری میتونم بگم چند درصد خیلی بیشتر این اتفاق و خیلی بیشتر حس میشه و ملموس هستش، همونطوری که من حس کردم. اگه من خیلی زودتر وارد شاخه نرم افزار برای مثال نمیشدم از همون ترم 2 3، شاید خیلی چیزا رو یاد نمیگرفتم، خیلی چیزا رو درک نمیکردم، با خیلی کسا نمیتونستم ارتباط بگیرم. چرا این نفر بعد بیاد به شما ارتباط بگیره درباره مثلا این نفر که طراح است بیاد به شما ارتباط بگیره؟ شما باید یک چیزی توی چنته داشته باشید، یک چیزی بلد باشید و اون فرد رو بتونید به نوعی جذب خودتون بکنید و بالعکس. پس این میشه گفت نکته خیلی مهمیه که خودتون باید برید سراغ هر چیزی که علاقه دارید توی زمینه حالا رشته معماری. و بچه این میشه گفت کلیه نکاتی که شما باید از قبل تا بعد دانشگاه بدونید. و باز هم میگم این تمامی چیزی که گفتم نظرات شخصی منه، میتونه درست یا غلط باشه. و بازم دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید. حتما اگه ویدیوهای ما رو دوست دارید لایک بکنید، سوالی دارید حتما توی بخش کامنت ها مطرح بکنید، و حتما حتما اگه بچه کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب و زنگوله بغلش هم بزنید تا محض اینکه ما ویدیو جدیدی میذاریم برای شما نوتیفیکیشن میاد، تشریف فید ویدیوهای جدید ما رو میبینید. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.